سلام، وقت شما بخیر. ستاره هستم، به کارگاه خیاطی من خوش آمدید. آموزش امروز مربوط به این مدل پرده هست که به این راحتی و زیبایی با کشیدن این بند میتونیم این پرده رو شکل بدیم، بالا بیاریم، پایین بیاریم و دکور کنیم. دوخت این پرده خیلی ساده است، به خاطر همین من از نشون دادن دوخت پرده در ویدیو صرف نظر میکنم که مدت زمان ویدیو طولانی نشه و خسته کننده نباشه. فقط یه توضیح در مورد پرده میدم و بعد سیستمی که این پرده رو به این شکل حرکت میده. من اومدم از یک پارچه تور اینجا استفاده کردم. این پارچه های تور به شکلی هستن که این حاشیه لبه که پایین پرده میفته و تا بالا این تور به شکل دوندون و شکل ثابتی داره و این حاشیه فقط برای لبه پایین هست، ولی من این تور رو به شکلی استفاده کردم که حاشیه رو به شکل عمودی بندازم روی پرده. و برای این کار من اومدم 2 تا 2.5 متر از تاقم پارچه جدا کردم. عرض این پارچه بوده 285 سانت. من به عرضش هیچ دست نزدم. ترکیه پارچه بالا هست، حاشیه پایین هست. 2 تا 2.5 متر جدا کردم. قدی که من میخواستم براش پرده بدوزم 230 سانت بوده. حالا برای 10 سانتی که پایین پردم میخوام داخل بذارم و یه مقداری هم 10 سانتی هم روی زمین بیفته پردم، من اومدم 250 سانت در نظر گرفتم. پس 2 تا 250 سانت از تاقم جدا کردم. این دوتا پارچه رو دقیقا قرینه هم به این شکل که دوتا حاشیه روبروی هم قرار بگیره لبه های پایینش رو دوختم. به این شکل حاشیه ها دقیقا روبروی هم قرار بگیره و روی پارچه باشه، من اومدم لبه پایین پردم رو به این شکل دوختم. عرض کل پارچه من بوده 285 سانت. برای شروع من اومدم 10 سانت رو برگردوندم، نوار پردم رو گذاشتم و این یک دونه از لنگه ها رو کامل دوختم روی نوارم. کامل این یه دونه رو دوختم رفته تا اینجا و بعد اومدم برای پرده بعدی در نظر گرفتم که چقدر میخوام این دوتا روی هم باشه. برای من دوتا پردم 90 سانت روی همه، پس پرده دومم رو شروع کردم 90 سانت از پرده اول که تمام شده 90 سانت اومدم دوباره برگشتم به داخل، لنگه بعدی رو گذاشتم روی نوار و رفتم تا انتها که هر جا پارچه تموم میشه 10 سانت دوباره تا کردم به پشت و نوار رو قیچی کردم. 10 سانت تا کردم و نوار رو قیچی کردم. اینجا شده پرده من 2 تا پرده که عرضش 285 سانت بوده 90 سانت در وسط روی هم قرار گرفتن. حالا این پرده رو چطور میتونیم به اون شکل حرکتش بدیم و اون بند رو بهش بدوزیم؟ برای این کار من اومدم از پشت پردم، قسمت بالا که نوار پرده هست، از این پشت اومدم از لبه نوار پرده 15 سانت پایین اومدم، از لبه پردم 10 سانت اومدم داخل و اینجا رو علامت زدم. اینجا میشه اولین علامت من. 15 سانت از بالا، 10 سانت از کنار، اینجا رو علامت زدم. برای قسمت پایین همین لنگ پرده، دقیقا همونی که از بالاش رو علامت زدم، برای پایینش هم اومدم 1 متر از پایین پرده، از لبه پایینی که دوبل دوختم، لبه‌ای که رو زمین میفته، 1 متر اومدم بالا، 1 متر اومدم بالا و 10 سانت از لبه کنار پرده به داخل اومدم و یه علامت زدم. پس برای بالا شد 15 سانت اومدم پایین، 10 سانت داخل علامت زدم، از پایین 1 متر اومدم بالا، 10 سانت اومدم داخل علامت زدم. حالا این دوتا خط رو به هم میرسونیم. خب فقط موضوعی که هست، باید بتونید این پرده رو یه جایی صاف و کامل باز کنید، پهن کنید که این دوتا نقطه بتونید خطش رو به هم وصل کنید و این خط مورب رو داشته باشید. من حالا از یه روبان قرمز استفاده میکنم که توی فیلم بهتر مشخص باشه. حالا برای این خط هم میتونیم از این نوارا استفاده کنیم که روی خودش این حلقه ها رو داره. این نوار رو میتونیم از همین جایی که علامت زدیم به شکل مورب سوزن بزنیم، ثابت کنیم روی پارچه و دوخت بریم تا اون نقطه‌ای که پایین پرده علامت زدیم. من اون موقعی که این پرده رو خواستم بدوزم این نوار رو در دسترس نداشتم، به خاطر همین حلقه هاش رو سفارش دادم و این حلقه هایی بود که میتونستم تهیه کنم.
من اومدم پارچم رو پهن کردم، خط مبربم رو کشیدم و همون فاصله که 15 سانتی که روی این نوار فاصله هست بین دو تا رینگ، من با متر علامت زدم و دونه دونه این رینگ ها رو، حلقه ها رو جای اونا دوختم. یعنی اگر شما یه پرده ای الان دارید در منزلتون که میخواید این سیستم رو روش پیاده کنید ولی چرخ خیاطی در دسترس ندارید، خب برای شما هم الان کار راحتی هستش که از این حلقه ها تهیه کنید و دونه دونه با دستتون اینا رو بدوزید اینجا. اگرم که میتونید از این نوار تهیه کنید با چرخ خیاطی، خب خیلی راحت تر و سریع تر انجام میشه که یک نوار اینجا بدوزید. حالا عمل کرده جمع شدن پرده به چه شکله؟ وسیله اصلی این کار این هست. این یک وسیله هستش که برای این پرده استفاده میشه و جایی که پرده نصب میشه روی ریل یا روی یک تکه چوبی که پشت پرده زیر ریل نصب میشه، این قطعه رو نصب میکنن. این بند از توی تمام این حلقه ها رد میشه، از توی این حلقه ها رد میشه و به اولین حلقه ای که 1 متر اومده بودیم بالا، 10 سانت اومده بودیم داخل، به اون اولین حلقه گره محکم میخوره. وقتی ما این بند رو میکشیم مثل پرده های رومن حرکت میکنه. وقتی ما این بند رو میکشیم به این شکل، این بند داره داخل این میچرخه، جمع میشه و پرده ما رو جمع میکنه. این وسیله همه جا پیدا نمیشه، همونطور که خودم هم نتونستم پیدا کنم. این رو از روی پرده یک دوستی که میخواستن مدلشون رو تغییر بدن من دارم و مثل اون رو اینجا پیدا نکردم، ولی میدونم که این وسیله مخصوص این کار هست. اما با استفاده از این هر طرف پرده یک دونه یک دونه جمع میشه. یعنی شما باید 2 تا از این در 2 طرف پرده نصب کنید، یه بار سمت چپو بکشید، یه بار برید سمت راستو بکشید، یک دونه یک دونه پرده ها حرکت میکنن. حالا وسیله دیگه ای که من خودم به جای این استفاده کردم این وسیله بود. این هم قطعه ای هستش که برای وقتی که ما میخوایم پرده رومن و کرکره رو خودمون دستساز درست کنیم، این رو تهیه میکنیم و اینجا جای 2 تا پیچ داره. این پیچا رو به یک چوبی زیر رومنمون میبندیم، نخا رو از اینجا رد میکنیم و وقتی من از این قطعه استفاده میکنم که توی پرده ای که بهتون نشون دادم، اونجا من دقیقا از این قطعه استفاده کردم. اینو شبکه دارن اینجا، یعنی 3 تا نخ میتونه از توی این رد بشه. این 3 نخش هست و من اینجا مثلا نیاز دارم 2 تا نخ ازش رد بشه، یه دونش رو استفاده نمی کنم. به این شکل نخ اون لنگه پردم رو از اون طرف رد میکنم، نخ یکی رو هم از این طرف رد میکنم، اولی ها رو که به پایین اولین حلقه ها محکم کردم. وقتی بنده رو رد کردم تا حلقه آخر اومد، برای اون لنگه‌ای که مقابل قرار داره باید نخ خیلی بلندتری در نظر بگیرم، چون باید تمام طول میل پرده از اون سمت تا اینجا بیاد که در اینجا این 2 تا نخ با هم داخل این برن، از اینجا بیرون برن و با کشیدن بند هر 2 پرده همزمان بالا پایین میره. عمل کردش هم دقیقا مثل پرده کرکره های قدیمه که ما این بند رو میکشیم توی زاویه کج میکنیم، ول میکنیم، این قفل میشه. دوباره برای برگردوندنش رو همون زاویه نخ رو میکشیم، این قفل باز میشه و پرده رو شل میکنیم، بند رو میدیم بالا، پرده میاد پایین. ولی از اونجایی که دوستان به من گفتن این قطعه هم هر جایی نمیتونن پیداش کنن و سخت هست، حالا من میخوام یک راه خیلی راحت تری که همه جا بتونید ازش استفاده کنید رو دقیقا روی خود پنجره به شما نشون بدم که با چه وسیله‌ای میتونید این کار رو انجام بدید بدون اینکه نیاز به این دوتا باشه، که البته اگر این دوتا باشه کار خیلی راحت تره. و این بند هم بند خیلی محکمی هست، دقیقا از جنس بندی هستش که توی نوار پرده استفاده شده. هم میتونید به شکل تکی خود بند رو بخرید متری، هم میتونید از نوار پرده هایی که اگر از جای شکافتید یا اگر شما میخواید یه پرده پلیسه‌ای بدوزید و نوار رو پلیسه کنید، به این بندای داخلش دیگه نیاز ندارید. میتونید این بندا رو بکشید بیرون از نوار پرده رو پلیسه کنید و این بندها رو نگه دارید که برای همچین کارهایی که میخواید استفاده کنید به کارتون میاد. و در این مدل پرده باید بند یه تکه باشه، اگر گره بخوره نمیتونه به راحتی از این حلقه ها عبور کنه. حالا من به جای بند که اصولش این بند هست، میخوام توی این پرده از این روبان قرمز استفاده کنم. این روبان رو از توی این حلقه ها عبور بدم که توی فیلم شما بهتر ببینید و عملکرد اون رو دقیقا متوجه شید که
که به چه صورت این کار انجام میشه. من میخوام قلابی که قراره این پرده رو بالا و پایین بکشه رو سمت راست پنجرم بزنم، یعنی از طرف راست بیستم و این بند رو بکشم این پرده بالا و پایین بره حرکت کنه. پس میام برای لنگه سمت چپی، لنگه مقابل، علاوه بر این که این بند یا روبان رو و پارچه رو به این شکل با هم هم اندازه میکنم که کم نیاد بند، وقتی به اولین حلقه رسیدم به اندازه‌ای که نوار پردم رو چین دادم، به اندازه‌ای که عرض پنجرم یا میل پردم هست و قرار این پرده نصب بشه، این بند رو به اون اندازه هم میام به این سمت، برای اینکه قرار این دو تا لنگه همزمان با هم حرکت کنن نیاز داریم که این بند تا اینجا هم بیاد که با این یکی بندی که اینجا داریم اینجا با هم داخل قلاب برن. حالا تا اینجا که اومدیم یک متر و نیم هم ازش اضافه تر بر میداریم و در آخر اگر اضافه بود میتونیم ازش قیچی کنیم، ولی چون این بند نباید تکه بخوره و گیره بخوره بهتره که از ابتدا بیشتر برداریم که کم نیاد. حالا من روی پنجره به شما نشون میدم که این کار رو با چه وسیله میتونید انجام بدید. این پنجره هست که من میخوام این پرده رو روش نصب کنم و همینطور که گفتم میخوام سمت راست اون قسمتی باشه که میخوام بند رو اونجا حرکت بدم. حالا من برای این کار میام از این قطعه اینجا استفاده میکنم، از این قطعه، یعنی من این رو قبلا استفاده کرده بودم و الان با این اصلا کاری ندارم، از این هیچ استفاده ای نمی کنم. این وسیله هست که من الان میخوام ازش استفاده کنم که به این شکل هست. یه دونه اینجا وصل کردم، یک دونه دقیقا اون سر میل پردم وصل میکنم و به نسبت عرض پنجره که برای من 2 متر هست من الان یک دونم در وسط دارم. اگر برای شما 3 متر بود بهتره که هر 1 متر یک دونه از این قلاب ها بزنید. حالا اگر شما این چوب رو ندارید که شکل من اینجا بزنید، خیلی راحت میتونید یه سوراخ کنید دیوار رو، از روپلاک استفاده کنید و این قطعه رو به این شکل داخل اون روپلاک بپیچونید و به این سمت بزنید. هیچ فرقی هم نمی کنه که میل پرده باشه، ریل باشه، به سقف یا به دیوار نصب باشه، شما میتونید یک جای مناسبی برای نصب کردن این قطعه پیدا کنید. کاری که من الان کردم فقط این پرده رو وصل کردم به حلقه ها. حالا میام این بالا و این بندی که اینجا دارم رو از اینجا رد می کنم به این شکل. از اینجا رد میکنم. این بند قراره بره به سمت راست چون من میخوام حرکت پردم از سمت راست باشه. این بند رو از این اولی رد میکنم و حالا همین بندی که از اینجا از اولی رد کرده بودم میارم اینجا، از دومی هم رد میکنم. حالا پردم رو میکشم تا سمتی که قراره بیاد. این هنوز بندی هست که برای اون پرده سمت چپی هست. این بند رو دوباره میارم اینجا، از این رد میکنم و حالا این بندی که برای خود پرده سمت راست هست، از پایین پرده سمت راست اومده بالا، این رو هم میگیرم میارم اینجا. این دوتا بند پرده من الان اینجا هستن. پردم رو میکشم تا جایی که قراره باشه. خب حالا بعد از این که من این بند رو رد کردم از اون قلابا،
کاری که میکنم این هست که این بند رو مطمئن باشم کش نیومده، جمع نشده و به اندازه این قسمت این بند رو من دارم. الان میام پیدا میکنم که این بند کدوم هست، این رو میکشم تا اندازه که قرار پرده من وقتی ثابت وایسه کامل باز بشه جمع شده نباشه، کشیده نباشه به یک سمت. این بندم رو تا اونجایی که مناسب هست و پردم حالتی که میخوام هست، این بند رو اینجا نگه میدارم، علامت میزنم خب و میرم حالا سراغ بند بعدی، پرده بعدی. حالا این پردم رو صاف میکنم، بندش رو اگر نیاز هست که بکشم بیشتر آزادترش میکنم و بعد به اندازهی که میخوام باشه به این شکل این رو هم اینجا علامت میزنم. حالا من هر دو بندم رو با هم، یعنی تو این قسمت قراره این دو تا بند من با هم دیگه یکی بشن به این شکل که من وقتی این بند رو میکشم قراره این پرده به این شکل جمع بشه، وقتی رهاش میکنم قراره این پرده به این شکل بشه. وقتی پرده رها میشه یه مقدار باید برای این وسط این رو با دست مرتب کنید که برگرده به جای خودش. پس این دوتا بند رو اینجا با هم داریم. من دستم رو میارم بالا، این دوتا بند رو با هم میگیرم و میکشم تا پایین. تا جایی که میخوام این پرده حد نهایتی که میخوام بالاترین حالت خودش بیسته و من به این شکلی دوست دارم باشه، هر جایی که روی دیوار من مشخص شد یه دونه دیگه از این گلاب‌هایی که برای بالا استفاده کرده بودم این پایین پشت پردم به دیوار وصل میکنم. توی این نقطه من میخواستم یک دونه دیگه از این قلاب ها رو وصل کنم که دیوار من سفته و الان نتونستم، نمیخواستم برای این دلر بزنم به دیوارم، پس من یه میخ الان زدم. شما میتونید از همین قلاب یا حتی میتونید از قلاب های تزیینی از همین این مدل قلاب ها استفاده کنید، فقط باید برعکس روی قلاب به سمت پایین باشه. برای همه پرده ها ما به سمت بالا میزنیم ولی برای این مدل ما باید قلاب رو به سمت پایین بزنیم. حالا بر فرض اینکه این میخ من از همین نوع قلاب هست و این نقطه ای هستش که من پردم رو الان در حالت جمع شده هست، من اینجا یه گره میزنم به روبانم یا به بندم، اینجا یه گره میزنم و هر موقعی که این پرده رو بکشم این اینجا میتونه به قلاب من، به این قلاب شما که به سمت پایین هست، شما میتونید این رو به این شکل بندازید به این قلابی که به سمت پایین هست. وقتی میخواید این پرده رو آزاد کنید این رو در میارید و رهاش میکنید. من یک بار دیگه این بند رو میکشم که ببینید چطور بالا پایین میره و کار میکنه. اینجا جایی بود که دستم آوردم بالا، دوتا بند رو با هم گرفتم، دقیقا تو این نقطه دوتا بند رو با یک گره به هم وصل کردم. وقتی من از اینجا پردم رو میکشم اینجا جایی هستش که من یک دونه قلاب یا میخ به دیوار زدم، پردم رو به اینجا وصل میکنم به این شکل پرده سر جای خودش میمونه. اضافه بندم رو هم اینجا به هر اندازه‌ای که بخوام دیگه میتونم کوتاه کنم و همینطور یک وسیله‌ای که برای سر پرده های کرکره‌ای بسته میشه، یک وسیله‌ای که چوبی هست یا فلزی هست، این بند رو سنگین به طرف پایین نگه میداره، میتونید از این وسیله ها استفاده کنید و سر اون بند خودتون ببندید. حالا وقتی میخوام این پرده برگرده به حالت اولش فقط کافیه که این بند رو از اینجا آزاد کنم. وقتی این بند آزاد میشه این پرده برمیگرده سر جای خودش. با اون دو مدل قرقره دیگه هم که در اول ویدیو بهتون نشون دادم و توضیح دادم، از اونها مگر استفاده شه باز موقعی که پرده رو برمیگردونیم به حالت ایستاده باید این وسط رو با دست مرتب کنیم، یعنی این اتفاق به خاطر اون قلاب و روشی که استفاده کردیم نیست، این باید همینطور وسط پرده وقتی برمیگرده سبک از این قسمت و باید این قسمت رو با دست روی هم بندازیم. این فیلم هم از نزدیک میگیرم که ببینید عملکرد جمع شدن این پرده به چه شکل هست. من الان دارم این بند رو میکشم به سمت پایین،
این بند یکی از اون سمت یکی از این سمت داره پرده رو میکشه به سمت بالا و هر دو در اینجا مشترک شدن. یه بندی که از اون سمت اومده و بندی که از این پرده اومده، هر دو در اینجا مشترک شدن و به سمت پایین میان که این پرده همزمان هر دو تاش بالا کشیده میشه. یک مورد دیگه فاصله ای هست که شما پرده رو نصب میکنی تا اون قلابی که به دیوار میزنید. این فاصله نباید خیلی زیاد باشه، یه فاصله معقولی بین 5-6 سانت باشه که پرده این بالایی که نخ کشیده میشه خوب وایسه. من این سمت رو با فاصله بیشتری انجام دادم برای اینکه بتونم از پشتش فیلم بگیرم. اینجا فاصله خیلی زیادتر است و اینجا میبینید که یک مقدار پرده حالت کشیدگی به تو داره، چون این بند که کشیده شده پرده رو یه مقدار به عقب کشیده. اگر این فاصله به اندازه اون بر باشه، 5-6 سانت باشه، این مشکل هم پیش نمیاد و بالای پرده کامل صاف و مرتب میسته. امیدوارم تمام دوستانی که در مورد حرکت این پرده از من سوال کرده بودن و نگران این بودن که اون قرقره رو توی محلی که زندگی میکنن، کشوری که هستن، نتونن پیدا کنن، با دیدن این ویدیو بتونن به نتیجه خوبی برسن و کاری که دوست داشتن رو انجام بدن. یکی از لذت‌های بزرگ کار من این هست که اگر نتونم یه وسیله ای رو، یه قطعه ای رو پیدا کنم، اونقدر روش فکر میکنم و آزمون و خطا میکنم تا بتونم با یک ابزار دیگه همون کار رو انجام بدم. به قول معروف، یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت، که راه حرکت این پرده بدون اون قرقره چیزی بود که توی این ویدیو نشونتون دادم. پیروز و شاد باشید. خدا نگهدار.